در نخستین روز تشریح دستاوردهای یک ساله نهادهای دولتی، مسئولان وزارت صنعت و تجارت آمدند تا کارکردهایشان را تشریح کنند. به گفته مسئولان، در این وزارت در یک سال اخیر افغانستان 10 میلیارد دلار با جهان تجارت داشته که 1.8 میلیارد آن صادرات و بیش از 8 میلیارد دیگر آن را واردات تشکیل می‌دهد. دی افغانان و هغه سرمایه چې د امریکا د ظالمانه کړنو په نتیجه کې اوس هم بنده شوې، د دغه بانکي سکتور د ازادي او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه. نو د موږ تاسې تاجرانو دپاره د تجارت په برخه کې د پیسو انتقال دا نه یوازې چې سخت ده، بلکې کوم انتقال د پیسو یا ترانزیت چې کېږي هغه هم په ډېره لوړه بیه باندې کېږي. دا هم یو له هغه مهمو چالشونو د موږ تاسې د تجارت نه. این مسئولان می افزایند که میزان صادرات افغانستان به کشورهای قزاقستان 2.5%، چین 16%، ایران 19%، ترکیه 53% و جمهوری روسیه 54% افزایش یافته است. همچنان طی یک سال اخیر 100 کارخانه تولیدی افتتاح برای حدود 1000 شرکت صنعتی و تولیدی جواز کار صادر، برای بیش از 650 شرکت تعرفه صادر و بیش از 23000 جواز سرمایه گذاری تمدید، تجدید و اصلاح گردیده است. احداث پارک‌های صنعتی جدید، ایجاد زون‌های خاص اقتصادی، ایجاد زون‌های پروسس صادرات، ایجاد مراکز تولید و تولیدی و تجارتی تشبثات، معیاری سازی تولیدات داخلی، وضع معیارات کیفی بر اقلام وارداتی و تحکیم روابط تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه. همچنان در یک سال گذشته به خاطر توانمندسازی تشبثات کوچک و متوسط، عقد تفاهم نامه ها مجموعاً برای بیش از 646 هزار تن به صورت مستقیم و حدود 4.5 میلیون تن به صورت غیر مستقیم فرصت های شغلی نیز ایجاد شده است.